شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. جناب دکتر اولوکویی بفرمایید. درود بر شما آقا، من از ایران عزیز با شما تماس میگیرم. بفرمایید. ببخشید آقا، ببخشید، من دارم جلو گریه‌ام میگیرم. چرا عزیز، برای چی میخوای گریه کنی؟ خب گریه نکن. چند سالته؟ بیا این سوال رو بکنم عزیز. ببخشید من 33 سالمه. اوکی. و چند تا خواهر برادر داری؟ چند دومی هستی؟ برای که میخوام خیلی با شما آشنا هستم جناب آقای دکتر. من 6 ساله دارم شما رو گوش میدم. ببخش من عذرخواهی میکنم. ببین عزیزم، صبر کن، آروم بگیر، صبر کن. اولا راحت و آسوده باش، هیچ مطلبی نیست، ما به راحتی میتونیم صبر بکنیم تا بعدا راحت و آسوده بتونیم با هم صحبت کنیم. منم علتی که به سوالاتی میکنم میخوام آروم بگیری. چند تا خواهر برادر داری؟ چندمی هستی؟ من 6 تا خواهر برادر دارم، انگار با خودم میشم 6می. من بچه آخرم و از اونجایی که من با شما نزدیک به جرات شد دقیقش خاطرم باشه، 6 سال است دارم شما رو دنبال میکنم و گوش میدم. و اینکه گریم گرفت به خاطر اینکه من زندگی اومد بین شما. اوکی، زندگی تو که حتما مدیون من نیستی، مدیون همه خوبی ها و کارهای درستی است که کردی. فقط شاید اینجا یه فرصتی راحت باشه بگیرم. عزیز من راحت باشی، هیچ دلیلی نداره که بخوای جلو خودتو بگیری، چون هرچی بخوای کوشش کنی که جلو خودتو بگیری متاسفانه کنترل رو بیشتر از دست میدی. اتفاقی نیست. نه عزیزم، هیچ عذرخواهی هم نداره. من وقتی شنونده خواهش میکنم، من وقتی شنونده رو خیلی نگم، چون من از ایران عزیز تماس میگیرم و از صمیم قلب ازتون خواستم تشکر کنم، نه به خاطر برنامه خوب که همه گفتن، به خاطر اینکه شما این همه مدت درس خوندید و به این مقطعی از علم رسید ولی بدون هیچ چشم داشتی دارید در اختیار هموطنان و همه پارسی زبانان میذارید. به نوبه خودم خواستم ازتون تشکر کنم، این واقعا کار بزرگه، چون من دیدم اطراف خودم کسی که شاید مدرک کمی داشته باشه ولی خیلی تو هپروت. حالا من نمیخوام خیلی توی تو خودت چی خوندی عزیز؟ من راستش شما جناب دکتر اولوکویی، من اول از ازتون اجازه میخوام من اسمم بهتون بگم. اسمم اسماعیله. اوکی. سلامت باشی. من از اینجا شروع میکنم که من یک پسر بسیار شاید از قبل اینطوری توصیف کنم و شاید خیلی بهتر باشه، این که من از بچگی که بزرگ شدم خیلی درس خون نبودم، خیلی درس نخون بودم. بعد از 2 سال درس خوندن تونستم دیپلمم رو بگیرم و بعد رفتم خدمت. من حالا توضیح میدم، هر جا که احساس کردی نیاز بود که من استوب بزنم بیشتر توضیح بدم. عزیز من راحت باش، خودتو نگران این موضوع نکن، هر جور دلت میخواد حرف بزن، راحت باش عزیز. خوش. بعد من راستش بخواید از اینجا شروع میکنم که من وقتی رفتم خدمت 18 سالم 19 سالم یک جای خیلی بدی افتادم، خیلی سربسته، خیلی جاش خیلی جالب نبود و کارهای من کارهای اینطوری خودم رو توصیف میکنم که قبل از آشنایی با شما توی یک حماقت محض زندگی میکردم. یک ازدواج سوری انجام دادم برای اینکه بیام شهر خودم زندگی کنم. بعد از اینکه خدمت تموم شد اومدم رفتم دانشگاه، ولی از دانشگاه اخراج شدم به خاطر هم خیلی شر بودم، هم خیلی ببخشید رو خط رادیو خیلی اصطلاحا دختر باز بودم. دختر شاید اینطوری بگم خیلی قشنگتر باشه، توصیف بهتری باشه، هم دختر باز و هم خانوم باز. و متاسفانه این که هر دختری فقط برای من فقط به معنای یک روز بود. من این توصیف از خودم دارم که مثل یک شکارچی بودم که شکار میکردم و فقط برام مهم این بود که اون دختر جذابیت جنسی برام داشت، هیچ جذابیتی برام نداشت. و این که من راستش بخواید خدمت شما عرضم که بعد من کمی فکرم میپره اصخایی میکنم. بعد خدمت شما عرضم جناب دکتر
این باعث شد که من برم تو مقطع کاری. من الان رنگکار ساختمان و نصب کاغذ دیواری هستم. این مدتی که تا قبل از آشنایی با شما من کلن زندگی من رو پروسه همین زندگی روتین و خیلی توی حماقت‌های بسیار زیادی می‌گذشت. بعد من یک دوستی داشتم که یک از صمیمی‌ترین دوستانم بود و این به خاطر مصرف الکل مست بود و افتاد توی یک استخر و غرق شد. خدا بیامرز. بعد خدمت شما عرضم که از همون روز به بعد من خیلی تلنگر بزرگی به هم خورد که همیشه این سوال از خودم میپرسیدم که این چه طرز زندگی، این چه تفکریه که برای خودت در زندگی برای خودت درست کردی. من بعد از اون جریانات کم کم در اینستاگرام با شما آشنا شدم و بعد اومدم تو یوتیوب پیداتون کردم و الان نزدیک به 6 ساله که دارم شما رو گوش میدم. جناب آقای دکتر ولوکوی، من اینو یادمه که توی کودکی به من تجاوز شد از برادرم. چند ساله بودی؟ به دقیق خاطرم نیست ولی فکر میکنم همون 4 یا 5 بود. آخه گفتی برادران، اتفاقا من یه سوال ازت داشتم. از این 5 تا خواهر برادر چند تا پسرن چند تا دخترن عزیز؟ من خواهرام یک دوقلو دارم که 11 سال از من بزرگترن، بعد یک خواهر دیگه 9 سال و یک برادرم 7 سال و یک برادرم 5 سال از من بزرگتره. من بچه آخر خونه و به قول خودمون و به قول شما توی دنیای خیالی خودم رخشن لاستن کانفیوز بودم. بعد خب این دوتا برادر هر دو آیا این رابطه ای که با تو داشتن فقط یه لمس و اینا بود یا بیشتر بود؟ نه، لمس بود. یعنی در حدی که خودم خیلی فکر کردم بهش رسیدم ها، چون خودم خیلی، من هنوز با هیچ روان درمانگری صحبت نکردم و هیچ روانشناسی صحبت نکردم. من یک تست MMPI هم دادم و شیدایی و سرخوشی، چیزی که خودم حدس می‌زدم داشته باشم و درون خودم از تو این چیزا پیداش و شیدایی سرخوشی دارم. تو این پروسه جناب دکتر ولوکوی، من نزدیک به این 6 سالی که الان دارم شما رو گوش میدم، چون من به خاطر کار زیاد تاندونه دستم کشم و غضروفای پام به مشکل خورد و بعد کرونا گرفتم، بعد فتحم رو عمل کردم، همه اینا باعث شد من نزدیک 1.5 سال تو خونه بیفتم و نتونم کار کنم. توی مدت من شروع کردم به کتاب خوندم آقا، و نزدیک به جرأت بهتون بگم شاید 100 تا کتاب خوندم، به جرأت 800 تا کتاب صوتی گوش دادم، به جهات همه برنامه های شما رو گوش دادم. جناب آقای دکتر اسماعیلی که داره با شما صحبت میکنه، قبل از این که با شما صحبت بکنه آقا عشق خلاف بود و من الان 1 هفته است آزاد شدم، زندان رفتم و نه اونش مهم نیست، ولی به چه دلیل؟ یعنی من راستش بخواد خیلی اونم کار احمقانه بود که دلیلش، اگه اجازه بدین رو خط رادیو نگم، ولی دلیلش دلیل مالی بود و این یعنی سرم کلاه رفت. نه احتیاجی نداره ازم بگید. بعد جناب دکتر من ببخشید، من همینجوری تونتون میترسم تلفنم قطع شه. بعد خدمت شما عرضم که من این مدتی که هر روز با یک دختری بودم، خب و یعنی شاید تو 1 ماه به جرأت، الان من خیلی با شنونده ها که صحبت میکنم میبینم که همه مقطع تحصیلی خوبی دارن، ولی من جناب دکتر من تحصیلاتی ندارم و هیچ عبایی هم ندارم از این که بگم. من از وقتی با شما آشنا شدم، من شما رو پدر خودم، پدر معنوی خودم میدم. از اونجایی که خود نیچه میگه انسان پدری که ازش زایده میشه نمیتونه انتخاب بکنه، ولی پدر معنویش خودش باید انتخاب بکنه. من این جسارت رو به خودم میدم که شما رو پدر خطاب کنم، چون همیشه اون چیزی که نداشتم در زندگی شما برای من پر کرد. شما من از مواد فروختن که گاهی اوقات این کار انجام میدادن نجات دادید. شما من اسماعیل رو سیگار میکشیدم، الان به جرات شاید بهتون میگم ماهی 1 نخ میکشم. آدمی که مشروب میخورد هفته 1 کف از 7 روز و 5 روزش مسبود نجات دادید جناب دکتر ولوکوی. من اسماعیل، سوالی که الان شاید این همه صحبت کردم دارم، 2-3 تا سوال هم مسائل اجتماعی و اقتصادی اینا هست که صحبتاتون هست، ولی ترجیح هم برای اینه که صحبت سوال در مورد خودم باشه.
سوال اولم اینه که من میخوام ببینم اصلا کالای ازدواج هستم یا نه، چون خیلی شاید راحت اینجوری صحبت کنم خیلی بتونه کمک کنه. خیلی علاقه به صحبت کردن به دختر ندارم. اگه لازمه من یک به قول خودم یک بچه بزنم به عقب، من بعد از این مدت خیلی رو خودم کار کردم جناب دکتر که به اون اصالت زندگی برسم، چون من شش دفتر مثنوی معنوی مولانا رو خوندم، تذکرت الاولیا رو خوندم، نیچه رو خوندم، هم یعنی میخونم که جستجوگر باشم، نه همین چیز هر چیز رو همین طوری قبول بکنم. بعد به اینجا الان رسیدم که نمیگم اون یک جنس مخالف رو قبلا به این دیده فقط یک آلت تناسلی میدیدم، ببخشید اینجوری میگم، ولی الان به اون اصالت زندگی دوست دارم برسم، به اون عشقی که بیاموزم، عشق ورزیدن رو که اول بیاموزم بعد عشق ببرزم، دوست داشته شدن رو اول بیاموزم بعد دوست داشته بشم، دوست داشتن رو اول بیاموزم بعد دوست بدارم، حتی زیستن و قول شما هنر زندگی کردن و فکر کنم همون کتابی که شما فرمودین من خونه هنر عشق ورزیدن اگه اشتباه نکنم الکترامه. بعد من خیلی این مدت به جون خودم افتادم و خیلی خیلی رو خودم کار کردم جناب دکتر هلاکویی، و این مدتی که رو خودم کار کردم الان این جایی رسیدم که دوست دارم نه همسر داشته باشم، دوست دارم زندگی تشکیل بدم، ولی از یک بابتی میترسم، این که راحتش همینه دیگه، ترس از هم، چون رابطه های قبلی که داشتم اون میدونی ترس از صمیمیت، ترس از تعلق داشتن، ترس از اون دوست داشته شدن، چون دوست داشتن، چون من تو رابطه که میرفتم یک حرفی که بهم میزدن زود بهم برمیخواد، اون خودشیفتگی رو تو خودم میدیدم، ولی خب تو صحبتهایی که از شما گوش دادم علائمی که در خودم میبینم آدم عصبی هستم، از 10 تا علامش به جز 8شو دارم، ولی به خودم یاد دادم که ابرازش نکنم، یعنی به خشم تبدیلش نکنم، اون عصبانیت در احساس نگه دارم. و این سوال اولم این بود که کالای ازدواج هستم، و سوال دوم که دوستم، خب صبر کن، نه ببین عزیز، نه بذار به یه جایی برسیم. ببین بر اساس اطلاعاتی که تو به من میدی در یه مسیر رشد و تغییر هستی، که تو این مسیر رشد و تغییر هنوز به یه جایی که به یه ثبات و قراری برسی نرسیدی، و بنابراین میتونم بگم برای یه مدت کوتاهی نه، تو قرار نیست به فکر ازدواج باشی، یعنی درست مثل آدمی است که در از شهرهای مختلف میگذره، اینکه بخواد خونه بخره تو این شهر نه، چون اینجا نمیخوای زندگی کنی، الان اون راحت نیست. اما یه نکته بگم چون باید پیام‌ها رو بشنویم، تو قرار آگاهی و شناخت بیشتری از انسان و خودت داشته باشی تا اون موقع تمام این مسائل و مشکلات رو پس بزنی، یعنی این شناخت و آگاهیه که هم به تو دوست داشتن خودت و دیگران رو میآموزه، هم انسان رو به عنوان انسان نگاه میکنی با همه ویژگی های انسانیش، نه به جسمش، نه به بدنش، نه به جنسیتش، نه به رابطه جنسی فکر نمی کنی. موضوع اصلی و اساسی برای تو میشه با پسر یا دختر حرف زدن، آموختن، چیزی یاد گرفتن یا یاد دادن، و اتفاقا تو یه ویژگی و زمینه ای داری برای اینکه تو این مایه ها کار بکنی، ولی هنوز البته یه کمی تا برسی به اون مرحله پختگی احتیاج داری. بنابراین فقط کوشش کن بیشتر بدونی، بفهمی، درک کنی انسان رو، ویژگی هاش رو، حالاتش رو، و حتی آدم ها رو به گونه های مختلف تجربه کنی، در زمین های متفاوت باشون بری ورزش، باشون بری کوهنوردی، میدونی هر کاری که به تو نزدیک شدن رو میآموزه و سبب میشه که آنچه رو که یاد گرفتی رو در عمل پیاده کنی، ببینی چه خبره. اگر به یک خودیابی برسی، به یه خودشناسی برسی، اون خود دوستی رو به دنبالش خواهی داشت و دیگر دوستی هم به دنبالش خواهد اومد. اون موقع است که حالا میتونی وقتی که به یه دختر نگاه میکنی، به اینکه چه اندازه با هم خوبید، خوشید، رشد میکنید، تنوع است، یاد گرفتن است، یاد دادن است، حالا تشکیل خانواده است، یا درگیر هیجان تشکیل خانواده و بچه دار شدن است، به اونجا میرسی. ولی الان نه، همونطور که خودت گفتی یه جنبه محدودی داری که خوشبختانه مثل یک
فرض کن دانه یا ریشه زده ساقه زده، ولی هنوز یه مقداری وقت احتیاج داره تا بتونه تبدیل به اون بوته یا درختی بشه که میتونه بشه. بنابراین پس حرف اول من به تو این است که نه، فعلا برای یکی دو حتی سه سالی فکر ازدواج رو نکن، فکر این که یک کس خوبی پیدا شد و باش دوست آشنا بشو، ولی نه اینکه بخوای تصمیم بگیری. ولی بعد از یه مدتی بدون تردید همینقدر که آگاهی بیشتری پیدا کنی و به دنبال اون خود دوستی و دیگر دوستی، این مسائل میتونه حل بشه. ما چون به پیام ها رسیدیم، بگذار پیام ها رو پشت سر بذاریم، امیدوارم تلفنت هم قطع نشه، اگرم شد دوباره بگیر بتونیم صحبت رو با هم ادامه بدیم. روی خط باش عزیز، شنگان عجمند با ما باش. شنوندگان عجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید. سلام دوباره آقای دکتر، عرض ادب. جان بگو عزیز. مخلصم آقا. آقا جسارتا ادامه صحبت، اول اصلا این که من همچنان فکر میکنم تو رویام، باور نمیشدم واسون صحبت میکنم، خیلی برام واقعا برام باعث افتخاره. من ادامه صحبتمو اینطوری میگم، جناب آقای دکتر، من از قشری از جامعه تماس میگیرم که شاید به جرات خیلی شاید یا با شما آشنا نیستم یا اگر آشنا باشن خیلی نمیتونن تماس بگیرن. به هر حال خیلی به حاشیه نرم، من راستش بخواد طبق فرمودهی که شما داشتید، من خیلی رو خودم کار کردم و الان خوشحالم از این بابت، چون من تجربیات خیلی عجیب غریبی رو پشت سر گذاشتم. مثلا ماشین داشتم چپ شد و دیگه حالا رفت، مغازه داشتم به خاطر مسائل اقتصادی جمع شد و زندانم که یک مدلش بود، و تو این تو پرانتز با زمانی که قبل از این که زندان برم با یک دختری دوست شده بودم که مبنا بر این بود که با هم آشنا بشیم و به سمت سوی ازدواج بریم، که بعد همون روز که ما قرار بود با به صورت جدی‌تر ادامه بدیم رابطه رو، حتی رابطه تو 3 ماه بود، زیاد نبود، که بعد این جریان زندان پیش اومد و بنده خدا هم دیگه رفت. خیلی زندگی عجیب غریبی رو پشت سر گذاشتم بدون قلو، یعنی واقعا داستان سرایی نیست. به هر حال جناب دکتر، سوال دومی که خودم دارم، چون این وقت دوباره گوش میدم چیزی که شما فرمودین، من خیلی علاقه به این دارم که ادامه تحصیل بدم. خب الان فکر میکنم 1 ماه دیگه دیپلممو میگیرم. بعد شما همیشه تو صحبتاتون میگفتید به این شنونده ها، میگفتید آقا مثلا تو 33 سالته 35 سالته من 10 سالشو میگم، تو فکر کن 23 سالته برو مثلا درستو بخون. میخواستم ببینم آیا شما این، من چیزی که خودم علاقه دارم و دوستم روانشناسی بخونم یا مثلا جامعه شناسی، میخواستم ببینم آیا شما اینو صلاح میدونید که من ادامه تحصیل رو بدم یا هم مثلا بدم به تعویق بندازمش. ببین عزیزم، نه تنها من صلاح میدونم، تو باید ادامه تحصیل. اولا پسر باهوشی هستی، بعد کنجکاوی تو و تجربیات مختلف و متفاوت به توی فرصتهایی برای یاد گرفتن و فهمیدن و یه شناخت کلی میده که باید به تو باید درس بخونی، چون نخونی اون موقع است که به خودت خیانت کردی، اون موقع است که اون وجودی رو، دانه ای رو که میتونست تبدیل بشه به درخت و میوه و گل و شکوفه، همونجوری در حد یه دانه تو انباری نگه داشتی. پس بنابراین تو باید بری درس بخونی. اصلا سنت هم مطرح نیست، یعنی 33 سالگی چیزی نیست. گفتم همونطور که خودت گفتی، فکر کن 23 سالته میخوای بری درس بخونی، حتی نه 13 سالته، چه اهمیتی داره؟ این شماره یک، برای که باش رشد کنی. دوم، با جامعه شناسی موافق نیستم. برای یه آدمی مثل تو دو تا رشته ای که مناسبه، یکی روانشناسی یکی حقوقه، که تو اون زمینه هم میتونی حرکت کنی. ولی یه پیشنهادی به تو دارم، میزان استراب و استرس تو و کمی حالتهای ای بسا شیدایی و سرخوشی تو که نماینده یه تغییرات بیوشیمیایی و مغزی تو هست، باید یه جوری کنترل و اداره بشه. یعنی روی این اتومبیلی که تو داری میری، ترمزت خیلی ترمز محکم خوبی نیست، با ترمز دستی نمیشه کار کرد، ترمز میخوای.
و من فکر میکنم اگر با یه روانپزشک صحبت کنی که یا به تو یه مدت کوتاهی 6 ماه آرام بخش بده که کمی آروم بگیری، یا اصلا یه دوایی مثلا برای منیکت بده، فرض کن لیتیوم کم، که یه مقداری با اون باشی که بتونی اداره زندگی تو داشته باشی که اشتباه نکنی و یا خودتو به خطر نیندازی، من فکر کنم مطمئن‌تر میتونی این راه رو بری. ضمناً به خاطر این آرامش و احساسی که پیدا میکنی درس خوندن برات راحت تره، حاضری صبر کنی، وقت بگذاری تا نتیجه بگیری، چون الان یه مقداری زمینه عجله و شتابی داری که مثل آدمی است که بی حساب شروع کنه به دویدن امکان زمین خوردن داره. اینی که به نظر من از یه طرف با یه روانپزشک صحبت کن، حالات تو ببینه، اگه به تو یه داروی کمی برای یه مدتی داد استفاده کن، ولی که این نیروی کمکی رو تو از بیرون میخوای. دومم شروع کن به خوندن، ولی دوتا رشته باید خود تو آماده کنی برای کنکور، که یا بری روانشناسی بخونی یا بری حقوق بخونی. جسارتن جمعه دکتر، من با چیز با همین حقوق زیاد خودم چون علاقه ندارم، پس همون فرمودی که شما فرمودی نمیرم. اتفاقا توی تست MMPI داده بودم، شیدای سرخوشی رو زده بود، چون خودم پیش هیچ کس نبودم، رفتم تحقیق کردم و تو تحقیقات خودم فهمیدم که شیدای سرخوشی دارم. استراب تو خودم فهمیده بودم، ولی حتما پیش روانپزشک راستش بخواد نرفتم، ولی حتما میرم این کاری که شما فرمودی رو انجام میدم. و اینکه خیلی تونستم رو خودم کار بکنم. من ببخشید اینم واقعا دوست دارم بگم، من خیلی بعد از اینکه این پروسه‌ای که می‌خواستم کم کم از این وسط خانوما بودم بیام بیرون، چون حالا شاید تعریف از خود نباشه اینجوری بزنم بگم، به خاطر حالا استایل و به خاطر فیسی که دارم خب خیلی جذب میشن، خیلی علاقه نشون میدن معمولا. خب من همیشه به قول خودم ترمز دستی رو کشیدم و به خودم میگم اسمت صبر کن، تو باید به اون اصالتی که خودت به خودت قول دادی برسی. و این باعث شده بود که من به خیلی زیاد یک مدتی شاید نزدیک 2-3 سال شده بیشتر، خب خیلی خود ارضایی میکردم. بعد تا اینکه من با صحبت شما که صحبت آشنا شدم، میگفتی از این افکار که میاد بگو برو گم شو یا خفه شو. من این کاری که کردم به جلو الان شاید خیلی شاید حداقل 6 ماه هست اصلا این کار انجام ندادم و اصلا با فیلپون کلا مخالف بودم، ولی خب اونم اصلا کلا شاید خیلی کمه. و خدمت شما عرضم کلا چیزهای منفی که در زندگیم و عادتهای منفی که داشتم رو خیلی کمشون کردم، چون یک ضرب المثل فیلم کنم مال آمریکای جنوبی که میگه عادتها مثل تار عنکبوتن و بعد به مرور زمان مثل سیم فولادی میشن. من این تو خودم حداقل تونستم این عادتها رو کنترل کنم تا حد زیادی. و من تو زندان که بودم 48 روز بودم و 23 تا کتاب خوندم. یکی از افتخاراتم حداقل برای من این بود که مولانا خوندم و اون یک بیتی داشت خیلی منو نجات داد واقعا، این بود که این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان خود را وارهان. من خودم به خودم گفتم که واقعا بعد این زندانی که در اونش افتادم، از میله‌هاش، از استراب، از خانواده، از فرهنگ، حالا از هر چیز دیگه ای که هست، یا بعد اینو خودم آزاد کنم. و واقعا جناب آقای دکتر از صمیم قلب میگم، اسماعیلی که داره با شما صحبت میکنه، من زندگی اومدیم شما عزیز دل. تو خودت خیلی خیلی خوبی، گفتم مایت خوبه، زمینه ذهنیت خوبه، خوشبختانه. جناب دکتر من به خدا اینو ببخشیم وقت صحبت رو میپرم، به قرآن یعنی به خودم قسم، به هر کی میخوای قسم بخور، من همه رو قبول دارم عزیز. من باور کنید هیچ کس نمیتونست اونقدری که شما رو من تأثیر گذاشتی تأثیر بذاره. میدونید من چون میدونم پدرم چطوری، پدر و مادر حالا بنده خدا آدمای بدی نیستن، ولی خب اونام حق میدم، یعنی اونا رو بخشیدم و به اونا حق میدم، چون اونا تو این نظام تفکری بزرگ شدم که ما هم همونطوری دوست داشتن بار بیارن و من خیلی با اونام درگیری نیستم. و به قول شما هر وقت کسی، من بابام خیلی ببخشید پرت و پلا میگه گاهی اوقات، مخصوصا بخاطر همین جریان زندانی اطرافیانم، خب و فکر میکنم ژاپنی حرف میزنن، هیچی نمیفهمم، میگم خب باش هر چی میگه درسته، من فکر میکنم تو ژاپنی حرف میزنی. و باور بفرمایید جناب دکتر اولوکی، من اینو دوست دارم بهتون بگم،
تا زمانی که زنده هستم این نظام تفکری که شما به من آموختین و پرشمدارش برای خودم هستم و قول میدم تا جایی که بتونم به جامعه محدودی که دور و برم هست به اونام حداقل با رفتارم، شاید با گفتارم نه، ولی با رفتارم بهشون بیاموزم و اینو به خود عقیده‌ای که دارم. توان گفتاریت هم خوبه عزیز، من به تو همینو گفتم، تو باید دکتراتو بگیری تو روانشناسی. چشم آقا، من خواستم این من اسمم بهتون گفتم که بدونید شما بعد از خدا اسم اینو دوباره آفریدینه، واقعا من نجات دادید. به هر حال عزیز دل مطمئن باش، مطمئنم که موفق میشی. دکتر اسماعیل خوب و عزیز من، بنابراین برو دنبال خوندنت و کار خودتو بکن، به من مطمئن پیش. به خدا من توی تاریخ این روزای زندگی بودم، شما خیلی با خدا شما اصلا نمیدونیم با زندگی من چی کار کرد. هیچ کسی نمیتونست. خب حالا تو میخوای منم به گریه بندازی پسر؟ تو میخوای باز منم اینجا به گریه بندازی؟ سعی به سالیم نه دست اوکی عزیز، من از سعی مقدر باور کنیم واقعا اسمتون برازنده تونه، فرهنگ واقعا یعنی گسترش دهنده علم و آگاهی واقعا درسته، واقعا پدرتون به هر کسی که برای شما اسم انتخاب کرده واقعا دانا بوده و از سعی مقدر من همین خواستم بهتون بگم جناب دکتر اسماعیلی که از ایران عزیز با شما تماس گرفته، من که با واقعیت زندگیم کنار اومدم، من نمیتونم از ایران خارج شم بخاطر اوضاع اقتصادی، ولی زبان انگلیسی رو دارم میخونم که اگر مقاله جدیدی در مورد روانشناسی من بتونم بخونم و اینم هر روز برای شما از صمیم قلب آرزوی سلامتی میکنم و اینو براتون پیشا پیشم تولدتون تبریک میگم و حسودی میشه به پسراتون که همچی پدر خوبی دارن. من هم جز پسراتون بدونی با از صمیم قلب میگم، واقعا اینو با تمام قلب میگم، جلو شما سجده میکنم و دستتون رو میبوسم و ممنون که زندگی من نجات دادید و من شاید زندگی خیلی ها اینجور نجات دادید. من سر کار که بودم با لباس کار کثیف بودن، هر چیزی که بود شما رو با خستگی شما رو گوش میدادم و شما واقعا منو از یک چاهی بیرون آوردید که شاید من توی جامعه هایی بودم خلافکار بودم، ببخشید همه نوع انسان من تجربهشو داشتم، ولی تونستم از اونا بیرون بیام و واقعا افتخاری میکنم که شما هم زبان پارسی هستید، واقعا میگم و ممنون ازتون، از صمیم قلب میگم این آقا. مطمئنم عزیزم با تمام وجود در این حرفا رو میزنی و به همجاست که حال من رو هم کمی منقلب کردی، ولی خب به هر حال همینقدر که دکتر اسماعیل خوب ما رو به زودی داشته باشیم از این بابت خوشحالم و مطمئنم که چنین خواهد شد. مواظب خودت باش، اون پیشنهاد من رو هم در جهت یه روانپزشک انجام بده برای که خاطر من کاملا آسوده بشه. اگر موضوع و مسئله و مطلبی هم بود لطف کن تلفن کن با هم صحبت کنیم عزیز. حتما آقا، چشم، با افتخار، من مخلصم آقا، امیدوارم که حالتون همیشه خوب باشه، از صمیم قلب براتون آرزوی سلامتی دارم. مرسی عزیز دل، برسه که بتونیم توی ایران آقا از نزدیک زیارتتون کنیم و امیدوارم که، ولی یک روزی دوست دارم اگر ببخشن آخر روی صحبتم باشه که بقیه شنونده عزیزم میخوان صحبت کنم، من خیلی پرحرفی نکرده باشم، مخلص کلام این که امیدوارم یک روزی بتونم اول در ایران زیارتتون کنم و بعد اینکه اگر بشه زمانی باشه خیلی دوستان در مورد جامعه ای که در اون ایران، چون من از اون دل جامعه دارم صحبت میکنم، بتونم با شما حداقل در مورد مسائل جامعه شناسی هم یک مقداری گفتگو هم با شما داشته باشم، با امید خدا. اوکی عزیزم، با کمال میل، به هر حال مواظب خودت باش، به امید گفتگو و شاید بیشتر و بهتر یه روزی دیداره، مواظب خود باش اسماعیل، با امید خدا. خوشحال شدم سر همچین ارادت دارم، خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار عزیز.